افشاگری پور محمدی درباره نقش سعید جلیلی در مانع تراشی برای رفع تحریم تبادلات مالی ایران با دیگر کشورها از نقش این کاندیدا در کوچک شدن سفره‌های مردم پرده برداشت. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. با ما همراه باشید با حواشی جدید. مناظره های کاندیدای ریاست جمهوری در صدا سیما با یک افشاگری از سوی مصطفی پور محمدی همراه بود. ماجرا از آنجا آغاز شد که پور محمدی با خطاب قرار دادن جلیلی گفت: همین آقای جلیلی نسبت به تحریم که مواضعش معلوم است یادم است. در شورای عالی امنیت ملی در 95 من مفصل صحبت کردم درباره مشکلات FATF. ایشان پایان جلسه گفت: اگر تو مسئول باشی ما قبول داریم، ولی بقیه آقایان را قبول نداریم. ما باید اصل موضوع را حل کنیم. بعد از این افشاگری کاربران فضای مجازی نسبت به رویکرد شخصی جلیلی نسبت به منافع ملی موضع‌گیری کردند. غالب مواضع کاربران بر محور این استدلال بود که اگر جلیلی با تصویب FATF موافق بود، چرا حضور رقیب سابق انتخاباتی او یعنی حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی مانع از کاهش تحمیل هزینه به مردم و تصویب FATF شده است؟ جلیل محبی چهره نزدیک به محمد باقر قالیباف با اشاره به دومی مناظره انتخاباتی در شبکه اجتماعی نوشت: سکوت جلیلی در خصوص جمله‌ای که پور محمدی درباره FATF نقل کرد تایید سخنان او بود. در این صورت جلیلی پشت پرده با FATF موافق است و فقط با اجرای دولت روحانی مخالف بوده است. این در حالی است که حامیان جلیلی معتقدند اینکه کدام مقام و مسئول در صدر دولت قرار داشته و قصد داشته FATF را اجرا کند اهمیت بیشتری نسبت به این دارد که جلیلی در دولت حسن روحانی با آن موافقت می‌کرده است. مخالفت سعید جلیلی با تصویب FATF در شورای امنیت ملی در حالی است که او به عنوان نماینده رهبر انقلاب در این شورا به عنوان یکی از اعضای حقیقی عضویت دارد. جلیلی با تأسیس ساختاری تحت عنوان دولت در سایه بعد از شکست در انتخابات 92 تلاش کرد اثرگذاری خود بر سیاست خارجی و داخلی را با ارسال گزارشات هدفمند به مراکز تأثیرگذار حاکمیت اعمال کند. عدم تصویب FATF مانع بزرگ سرمایه‌گذاری چین و روسیه در ایران. مطابق آمارهای بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه در نیمه اول 1401 به منفی 12 میلیارد و 850 دلار رسیده که در 20 سال اخیر بی سابقه بوده است. این رقم در پایان بهار سال گذشته منفی 10 میلیارد دلار بوده، اما در فصل تابستان 2 میلیارد دلار دیگر منفی شده است. بر اساس گزارش دیگری از بانک مرکزی، حد فاصله تیر ماه 1400 تا 1401 نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی 61% و مطابق گزارش اتاق ایران تا پایان سال 99 روند عمومی سرمایه گذاری در کشور منفی 79% ثبت شد. آمارها نشان می‌دهد کشورهای روسیه و چین با وجودی که توافقات 25 ساله با آنها امضا شده، سرمایه گذاری پایداری در ایران انجام ندادند و خدمات آنها با اتکا به پول‌های حاصل از فروش نفت ایران بوده که در حساب‌های چین موجود است. این در حالی است که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF بیش از هر عاملی از جذب سرمایه گذاری حتی از چین و روسیه جلوگیری کرده است. عدم تصویب FATF در حالی است که در دولت 13 پیام امنیتی شانگهای که دارای پروتکل‌های سختگیرانه تری نسبت به FATF است مورد موافقت و تصویب مجلس انقلابی 12 قرار گرفت. ناظران سیاسی معتقدند تصویب FATF میتوانست ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را کاهش داده و درهای ایران را برای جذب سرمایه‌گذاری باز کند، اما حالا که ایران در کنار کره شمالی در لیست سیاه FATF قرار دارد، سرمایه‌گذاری هر دولت یا شرکت خارجی در ایران با مانع بزرگی به نام FATF مواجه است. این در حالی است که حتی شرکت‌های چینی نیست که رابطه دوستی با ایران دارند، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را قبول نکرده و در برجسته‌ترین نمونه آن وقتی علیرضا زاکانی توافقنامه خرید واگن و اتوبوس را با چین امضا کرد، قرار شد هزینه قرارداد از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت و پولهای
پلی که شده ایران در چین برداشته شود. به گفته یک کارشناسان روابط بین المللی، FATF یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی از جمله پولشویی و تأمین مالی تروریست را طراحی و ترویج می‌کند. FATF یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. این استانداردها پولشویی، تأمین مالی تروریست و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار داده است. تعدادی زیادی از سازمان‌های بین‌المللی به عنوان ناظر در FATF شرکت می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بانک جهانی و پلیس بین‌الملل از جمله این سازمان‌ها هستند. کشورهایی که در وضعیت غیر همکاری با این سازمان به سر می‌برند در لیست سیاه قرار می‌گیرند. در حال حاضر به جز ایران، دو کشور کره شمالی و کوبا در لیست قرار دارند. ایران نیز اولین بار در سال 2009 در این فهرست قرار گرفت. در سال 2015 و پس از امضای توافق هسته‌ای موسوم به برجام، این وضعیت به حالت تعلیق در آمد. کشورهایی که از آنها به عنوان پایگاه امن برای حمایت از تأمین مالی تروریست و پولشویی یاد می شود نیز در لیست خاکستری FATF قرار می گیرد. قرار گرفتن این کشورها در این فهرست به عنوان هشداری برای امکان ورود به لیست سیاه است. در آخرین گزارش FATF درباره ایران در فوریه سال 2016 یعنی بهمن 94 اومده، FATF نگرانی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تأمین مالی تروریست و در نتیجه تهدیدی جدی علیه یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. ما به همه اعضا و نهادهای تصمیم‌گیری مجدداً تأکید می‌کنیم که به همه مؤسسه‌های مالیشان توصیه کنند که توجه ویژه‌ای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری و مؤسسات مالی ایرانی داشته باشند. علاوه بر گسترش اقدامات امنیتی، FATF بیانیه سال 2009 را مورد تایید مجدد قرار داد که بر اساس آن اعضا و نهادهای تصمیم‌گیری خواسته شده بود که اقدامات مقابله مؤثری را در پیش بگیرند تا بخش‌های مالی خود را از ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریست در ایران حفظ کنند. چرا همکاری با FATF مهم است؟ توصیه‌های FATF از سوی بسیاری از کشورها جدی گرفته می‌شود. بنابراین اگر کشوری در لیست خاکستری و یا سیاه FATF قرار بگیرد، شانس ادغام در نظام بانک جهانی را از دست خواهد داد. کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی از سوی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و البته سایر کشورهای دیگر پیامدهای قرار گرفتن در لیست سیاه و خاکستری است. دوستان عزیز، خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. نظر شما چیه؟ لطفاً نظرات خودتون رو در کامنت با ما به اشتراک بذارید. ممنونم از نگاهتون.